سلام، روپیا هستم با پرشین نوارز. در ادامه گفتگوهایی که با آقای محمد پیری، تاریخ پژوه کشورمون در زمینه میراث فرهنگی ایران ثبت شده در یونسکو داشتیم، این بار میخواییم در مورد گنبد سلطانیه صحبت کنیم. جناب آقای پیری، خوش آمدید به برنامه ما. خواهش میکنم در مورد گنبد سلطانیه میراث فرهنگی جهان صحبت بفرمایید. خواهش میکنم. به نام خدا. یکی دیگه از بناهایی که در ایران به سطح جهانی رسیده گنبد سلطانیه زنجان هست. ما از مغولا معمولا یک تصویر بدی تو ذهنمون داریم، در حالی که چند سال بعدش یک شرایط دیگه ایجاد شد تو ایران در دوره ایلخانان، یعنی که شاهد یک سری تغییر و تحولات تو ایران هستیم، هم از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی بین المللی. شما به شکل گسترده روابط ما با اروپا از دوره مغولا شروع شد. خب این یک نقطه عطف تاریخ ایران، در حالی که تصور اینو ما شاید نداشته باشیم که ببینیم مغولا چه نقشی داشتن گسترش روابط ایران با اروپا. میشه حدودا تاریخش رو بگین که چند صد سال پیش میشه؟ تقریبا ما بخوایم بگین، من یه سری اعداد هست که اینا راحت میتونم اینجوری حفظ کنم. بله. و تاریخ ممکنیم اعداد رو اینجوری راحت به خاطر بسپاریم. یکی از این اعداد در با دوره مغول همین 612 هست. حالا 612 چرا مهمه؟ شما در 612 قبل از میلاد هم شاهد واقعه تاریخی مهم دیگه هستید. بله. و اونم حمله به اصطلاح آشور و تمدن‌های میاندرود هستش. آها. پس یک واقعه تاریخی هم در اون دوره داریم، در تاریخ که تمدن آشور به وسیله مات‌ها از بین میره، یه تاریخ مهمی هست در تاریخ ایران باستان. 612 قبل از میلاد، 612 هجری. از این که ما فرق داریم. البته ما تو این دوره میتونیم تقریبا مقایسه کنیم با اواخر قرون وسطا توی اروپا، یعنی از قرن 12 تقریبا در نظر بگیریم، چون بعد از جنگ های صلیبی هست و اروپایی ها با تمدن های کشور اسلامی آشنا شدن. بعد رو همه جد خیلی از تغییر و تحولات رو میخوان بپذیرن. بله. این اتفاق و بعدش که ما میبینیم که توقع داریم که کشور اسلامی این پیشرفت رو ادامه بدن، ولی میبینیم همزمان میشه با حمله مغول که دوره تلخی رو کشور اسلامی میگذرونن و چند سلسله از این حکومت اسلامی دچار آسیب میشن به خاطر حمله مغول. بله. مثلا ما فرقه اسماعیلیه رو داریم که یک قلمروی گسترده، اینا نفوذ داشتن، قدرت داشتن و سلطه داشتن. از جهت تأثیراتی که داشت فقط شامل آسیا نبود، تو آفریقا و اروپا هم اینا نفوذ داشتن. یعنی حتی پادشاه فرانسه و دست اینها احساس ناامنی میکرد، چون این نفوذ اینها چقدر زیاد. یعنی به خاطر همین که جنگ میکردن و به خاطر شکل خاصی که در حذف مخالفینشون داشتن کردن، این یک ویژگی خاص اسماعیلیه بود. بله. جنگ رو در روی مثل این حکومت با اون حکومت نبود، نه، نفوذی هایی که داشتن. ممکن بود مثلا بادیگارد پادشاه فرانسه یکی از این اسماعیلیه باشه. یعنی در موقع حالت نفوذی داشتن. نفوذی داشتن. دقیقا این همین ما در دربار سلطان سنجر سراغ داریم، همطور در بسیاری از مراکز مهم دینی، سیاسی، حکومتی اینا نفوذ داشتن. پس این ویژگی خاص که اسماعیلی داشتن، خب جنگیدن با همچین نیروی سخت بود. ولی هولاکو که به عنوان اولین خان مغول در نظر بگیریم، اسماعیلی را از بین برد و همینطور سلسله بنی عباس را از بین برد. و یعنی هولاکو خان مغول اسماعیلیه رو از بین برد. اسماعیلیه رو از بین میبره که موفق میشه قلعه علموت رو فتح کنه و تخریب کنه و هم موفق میشه به بغداد حمله کنه و آخرین خلیفه عباسی رو هم از بین ببره. تقریبا حالا روند کنیم سالش رو، میگیم 650. حالا این 650 هم ما میتونیم یه جوری ربطش بدیم به یه سری وقایع دیگه. ما تقریبا 650 میلادی
آغاز ظهور اسلام رو داریم، یعنی گسترش اسلام رو داریم. این 650 هم بعضی موقع بعضی میگن چطوری میشه این اعداد رو حفظ کرد، بعد تطبیق بدیم با هم دیگه، یعنی 650 هجری قمری 650 میلادی، ببین چه اتفاقی با هم افتاده. شما اگه بخوام در نظر بگیریم این اعداد رو، میتونیم راحت تطبیقی هم با هم حفظ کنیم. چطوری میشه حفظ کرد؟ مثلا ما میدونیم که پیامبر رسول در 40 سالگی به پیامبری رسیده. بله. پس ما میتونیم همینطوری بعضی وقایع رو به هم ربط بدیم، بعد اینو تطبیق بدیم به سال قمری، به سال شمسی و همینطور به سال میلادی و حالا مفصل دیگه. پس خب آقای پیری، وقتی میگیم 650 قمری با 650 میلادی، خب خیلی فرق داره دیگه. آره، اونها از جهت اون عددش منظورم هستش. مثلا ما میریم پیامبر اسلام 570 به دنیا اومده، 610 به پیامبری رسیده، پس 650 آغاز فتوحات اسلامی، یعنی این سرزمین ها فتح شدن، یعنی هم شام، هم ایران، هم منطقه قفقاز تا آسیای میانه عرب و مسلمان رفتن. منظورم این عددش بود. بله، عدد 650. ولی این خب اختلافشون زیاده، اختلافشون بله، ولی به جهت اینکه ما در تاریخ بعضی مواقع بعضی وقایع تاریخی رو با عدد میلادی داریم، بعضی مواقع با عدد قمری داریم، این اشتباه گاهی پیش میاد. بله. و یکی هم اینکه ما وقتی که مثلا داریم دوره مغول رو میخونیم یا دوره ایلخانان رو میخوایم مطالعه کنیم، بعد داریم که اروپا تو چه دوره‌ای بوده، آها درست، آفریقا چه حکومت‌هایی بودن، بله، یا در سرزمین های دیگه. بله. به جهت اینکه بعضی وقایع به هم ربط دارن درست. و ما اگر اینا رو جدا کنیم خیلی خوب تسلط پیدا نمی کنیم به وقایع تاریخی. بله. و همین جهت ما باید یه سری اتفاقات رو در شکل کلان ببینیم و بعد در شکل جزئی و ریزش هم باید ببینیم. شکل کلانش چیه؟ همین کلان گفتم. بله. وقایع اروپا، آفریقا، آسیا رو با هم ببینیم و بعد بیان تمرکز کنیم روی دوره خاصی، مثلا ایلخانا. درست. چون یه سری وقایع به هم ربط داره، یک سری هم میشه تفکیک شده و منفک شده این رو بررسی کرد. درست. پس این خلاصه بود در مورد باز دوره ایلخانا. خب دوره ایلخانا تقریبا حدود 100 سال ادامه پیدا کرد. حالا من دارم روند میگم که یادم بهتر بمونه. شما بخوام ریز بگیم 97 سال یا بگیم 89 سال، بعد اینجا اختلافش کنیم، بگیم حدود 100 سال روندش کنیم. بعضی مواقع ما باید کلیات یاد بگیریم، بعد کلیات تصور بفهمیم حالا اینقدر دقیقاً، این دقیقاً 100 سال نبود. ما خیلی وقایع تاریخی داریم که اعداد روند میگن، ولی واقعا روند نبوده و یک عدد دقیق‌تری دیگه داشته. حالا پس ببینیم که این ایلخانان در زمان چنگیز و جانشینانش عمدتاً ویرانی و قتل و تخریب و کشتار و اینها بود. بعد به فاصله کمتر از چند دهه، یعنی 30 سال شاید نرسه، ببینید که شکل دیگه تغییر کرد و اینها به قول سعدی که برگشته و دور شیراز بعد از حمله مغول، خوی پلنگی رو گذاشته بودن کنار. پس به این صورت یک روش دیگه رو در حکومت پیش گرفتن. البته اینم بگم که نقش ایرانی ها تو این زمینه بسیار مهم بوده. در واقع میشه حالا یک گریزی بزنیم به این که قلمرو این مغول ها چقدر بوده در اون زمان در این مغول ها؟ یکی از بزرگترین فتوحات جهان رو داشتن. یعنی ما میتونیم که دیوار چین هم مانع چینی مانع مغولا نشد. اونا دیوار چین عبور کردن. بله. بس که امپراتوری بزرگ و قدیمی مثل چین رو از بین بردن. حتی به هند رسیدن. و خود چندی. حتی تا ترکیه و حتی تا اروپا هم در اروپا شرقی یا میتونیم بگیم بالکان تا مسکو تا شمال آفریقا هم رفتن. و برای چند سال یا چند صد سال مثلا چنین اینها دوره به دورهشون فرق داره. من میگم مثلا فرسون جانشونان چنگیز که ایلخانان باشن حدود 100 سال دوام آوردن در منطقه ایران بودن در ایران. یا در ایران. نه در ایران، ولی در منطقه شمال قلمرو ایران یعنی قفقاز به بالا یا آسیای میانه به بالا بیشتر دوام آوردن. شما میدین روسیه
یک کشور یک پارچه‌ای نبود که حکومت مرکزی متمرکز مثل ایران در دوره صفوی یا ایران در دوره هخامنشی داشته باشه. بله. اونا قبیله قبیله بودن. پس اینها به صورت قبیله قبیله تا زمان تزارها بودند و بعد یه دفعه مثلا 500 سال قبل تزارها شکل میگیرن و یه حکومت تقریبا یک پارچه‌ای در روسیه وجود میاد. پس یه حکومت قبیله دیگه نیست. ولی وقتی قبیله بود اینها بودن، جانشینانشون بودن. پس حدودا 300-400 سالی بودن تو اون منطقه. بله، حداقل 300 سال بودن. بله، چون بعضی از اینها خب بالاخره امپراتوری تزار روسیه هم یه محدوده قدرت داشت تا اینکه بتونه بر کل روسیه به این وسعت تسلط بکنه. پس اینها خورده هاشون تا ده ها سال بعد هم اینها در روسیه بودن. حالا ما خب حالا در مورد ایران ببینیم. روی سلطانیه باشیم چون زمان کم میاد برای سلطانیه. بله، گنبد سلطانیه رو میخوایم توصیف بدیم. بله. ببخشید من یه خود این ایرفانان به وسیله ایرانی ها به قولی چجوری بگم رام شدن. آها. و یک سری خرابکاری هایی که خودشون ایجاد کرده بودن رو اومدن آباد کردن. و اینم بگم چون سیستم حکومت مغولا طوری بود که یک جانشین نبودن، اهل شهر نشینی و پایتخت درست کردن و دربار درست کردن و کاخ درست کردن نبودن، رو همینجور این کار سختی بود، بود زمان بود تا اینکه کم کم به فکر این افتادن که اگر میخوان بمونن، چون اون زندگی وابسته به دامم که دیگه کمتر همیت پیدا کرده بود با تجربه که منابع ثروت دیگه ای تو ایران به وجود اومده بود، حالا از صنایع دستی گرفته هنرهای دیگه و همینطور کشاورزی، بعد دامداری هم کنار این بود، در حالی که مغولا عمدتا زندگیشون وابسته به دام بود و همینجا نشین بودن، در حالی که وقتی در ایران اومدن مثل آریایی که به ایران اومدن همینطور که زندگی دامداریشون به کشاورزی تغییر کرد، پس اینجا هم به این شکل اینا هم یه تغییری درشون به وجود اومد. رو همین جهت بعد از اینکه این شرایط براشون فراهم شد به کمک ایرانی ها یاد گرفتن که چگونه مدیریت کنن، چگونه کشورداری کنن که بقایشون در اینه که رفاه فراهم کنن، کشاورزی رو احیا کنن، پس قنوات رو دوباره راه اندازی کنن، یک سری کارهای عمرانی زیرساختی رو برای این کارها انجام بدن و همینطور تحت تأثیر بعضن زنهاشون قرار گرفتن که حالا یا مسیحی شدن یا مسلمان شدن و حتی یا شیعه یا سنی شدن، حتی یهودی نشدن چون یهودی جا تبلیغ نمی کنن دینشون رو، ولی یهودی ها تو دربار بودن، نفوذ داشتن، ولی اینجور نیست که دینشون رو بخوان توصیه کنن دیگری بیاد یهودی بشه، این توی مرام یهودی ها نبوده و الان نیست که بر اساس نجات اینها. بله، یهودی ها کسی رو راه نمیدن در مقابل مذهب. همین جهت پس اونها تو دربار بودن، حتی ما در دوره ای که داریم صحبت میکنیم دوره حتی از حکومت خداونده هم بودن. ولی این نفوذ رو داشتن. پس اینها آدم های هوشمند با سواد تحصیل کرده کاملا آشنا به امور اداری حکومتی و حتی یک سری کارهای مربوط به مالی رو انجام میدادن. پس کم کم وضع اقتصادی اینقدر خوب شد که اینا به فکر تأسیس یک جای به عنوان پایتخت، یک جای به عنوان مرکز حکومت و بعد هم که مستقر شدن یک جای به عنوان مرکز دینی برای خودشون ایجاد کردن و حتی مقبره های به عنوان سبک مقبره های اسلامی و حتی گنبد سلطانیه رو گاهی به عنوان مقبره اسم ماده خداوند خطاب میکنن. حتی اینو بگیم ما در آیین مغولی و دین شینتو یا ادیانی که اونها دارن اصلا در آیین مغولی چیزی نام مقبره وجود نداره. یعنی افرادی که حتی چنگیز رو رفتن دفن کردن به جهت که راز این قبرش کجاست پیدا نشه اون افراد کشته شدن و کسی نمیدونه چنگیز کجا برای بنا یاد بود و اینها ندارن. رو همجد ما این ویژگی رو در دوره مغول میبینیم، در حالی که در دوران ایلخانان میبینیم اینا بنا یاد بود میسازن، مسجد میسازن. ما در دوره مغول چند تا اتفاق دیگه هم افتاد که بناهای مذهبی شدید رشد کردن. بله.
یک وضعیت جامعه طوری بود که یه سری از افراد به جهتی که قدرت مقابله با مغول‌ها رو نداشتن به قولی سر در گریبان کردن و رفتن گوشه نشینی اختیار کردن، یعنی شدن درویش. پس خانقاه هم در دوره مغول‌ها زیاد شد، رواج پیدا کرد. پس یه سری بناهای مذهبی این شکلی، یک سری اماکن مذهبی مورد احترام ادیان مختلف و همینطور این بنا ساخته شد. و ما میریم در این دوره حتی بعضی از بناهای ادیان دیگه هم مرمت میشه و ساخته میشه یا آباد میشه. پس اینجوری نبود که تعصبی اسلام یا شیعه یا سنی داشته باشن. رو همینجور یک سری بناهای مسیحی، یک سری بناهای یهودی هم توی دوره ساخته میشه یا مرمت میشه. پس این ویژگی بود که در دوره ایرخانان اتفاق افتاد. منتها حالا شانسی که ایران آورد که این بنا یادگاری بمونه از دوره مغول این بود که ما در دوران ایرخان قبلی یک فرد بود نام قازان خان و اصلاحات قازان خان بسیار معروف در تاریخ ایران. بله. یار کارهای عمرانی گسترده انجام داد در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی که حالا کلا می‌تونیم بگیم اقتصاد ایران رونق پیدا کرد و وضعیت اقتصادی ایران خیلی پیشرفت کرد. پس در پایان این دوره حکومت میرسه به دست فردی به نام سلطان محمد الجایگو یا خداونده. پس ایشون موفق میشه که یه همچین بنایی رو در طی حدود 10 سال بسازه و این زمانش هم یه شاهکار حساب میشه و اونم در منطقه به نام سلطانیه. ما اگر از قزوین به سمت زنجان بریم یک دشت بسیار وسیع صاف و به صورت مرتع کاملا مناسب برای دام، برای پرورش اسب و کلا یک منطقه است که به استقامت حدود 70 سانتی یک لایه مقاوم وجود داره که آب خیلی راحت نشست نمی‌کنه و بارندگی هایی که تیه زمستان و پاییز و بهار اومده کلن این منطقه رو بسیار سرسبز میکنه. یعنی ما اگر الان که بهار هستش یا نیمه بهار در نظر بگیری اون منطقه الان یکی از مناطق بسیار زیبای ایرانه به خاطر پوشش گیاهی سرسبزی که اون منطقه داره. اونم به وسعت بیش از 100 کیلومتر یه دشت هموار از چمن سلطانی معروف به این جهده قادر ویژگی خاصی که جرشت. پس این منطقه مناسب بود برای دامهاشون، برای احشامشون، برای حیواناتشون، برای اسباشون، چون اینا بالاخره این زندگی وابسته به اینها رو داشتن. پس اومدن اینجا رو به عنوان پایتخت انتخاب کردن. خب حساب کنید اینا بر منطقه آسیای صغیر و منطقه آذربایجان، قفقاز تسلط داشتن، به شهر ایران هم همینطور، به جنوب هم همینطور. اینا میگن بعضی شهرهایی که مقاومت نمی‌کردن اینا باش کاری نداشتن، یعنی بدون تخریب اون شهر رو تصرف می‌کردن. مثل شیراز، شیراز اینگونه بود، شیراز حال نداشتن به جنگ. پس پایتختشون رو زنجان گذاشتن بر تمام این قلمرویی که تا کردستان ادامه داشت تسلط داشت. اینا بگم ما در دوران اوائل ایرخانان معمولا اینگونه بود، ایرخان اولیه که اینا حکم رو از خان بزرگ که در چین بود میگرفتن. آها، خان بزرگشون چین بود؟ خان بزرگی در چین بود که ما توی مارکوپولا هم این داستان رو میشنویم. آره. به خان بزرگ حکم میده این خان بعدی کی باشه. آها. برای خودشون نظر بگیرید، اینها دوران حکومتشون کوتاه بود و تا میخواست بره خبر به چین برسه اونم این مسافه هم. بعد تا پس میگیرن چه کسی رو انتخاب کنن و اون تا برگرده خیلی اتفاقات میفتاد. رو همه جد ایرخانان بعدی دیگه این کار رو نکردن، خودشون انتخاب کردن از خان مغول، از خان اصلی خان مغول در چین دونستن. خود در اصل مرکزیت مغول ها کل جهان در چین بود هنوز، نه در ایران. یعنی بعد از چنگیز در چین یا مغولستان منظورتونه؟ نه نه چین، یعنی در اصل مغول ها همه چین اومده بودن و چین تسلط داشتن، چون خود مغولستان یک طبیعت بسیار خشنی داره، خیلی مناسب برای زندگی نیست. رو همینجا به نفع ارزهای پایین تر اومدن که مناسب باشه برای زندگیشون.
پس اینا هنوز در منطقه چین در دست به سر می‌بردن، یه خود مغولستان رو داشتن ولی این منطقه رو هم داشتن، در واقع قدرتمند بودن، چه قلمروی وسیع داشتن. خیلی ما کلاً این منطقه از جهان رو، این منطقه آسیای شرقی بگیم یا آسیای میانه بگیم، این منطقه در طول تاریخ اتفاقات جهانی رو رقم زده. من یه مثالی میخوام بزنم برای هولاکو. هولاکو از همین منطقه برمیخیزه، از چین، از همین شمال چین. بله، مغولستان، جایی که مغولستان رو در نظر بگیریم، این جایی که مغولستان هست، از اینجا میاد میره اروپای شرقی، امپراتوری روم رو منقرض میکنه. مسافت رو ببینید چیه. بله، حالا جالبه چرا ایران نمیاد؟ خب از چه مسیری میره مگه؟ از شمال دریای خزر میره. آها، از شمال میره. منطقه سختیه، منطقه صعب العبوریه، منطقه کوهستانیه. شما سر 1200 کیلومتر بالای ایران. آها. از اونجا میره، از کوههای اورال رد میشه، میره به سمت اروپا شرقی. چرا ایران؟ تو ایران اومد قدرتمند مرکزی داشته. ایران اون موقع ساسانی بوده. ایران ساسانی بوده. ساسانی بوده. قبل ایران. حکومت مرکزی قدرتمند اگر باشه، دشمن حاضر کشور رو دور بزنه بره. ولی حکومت اگه ضعیف باشه، حاضر بیاد ایران لگد کنه بره مهند. ولی خب از اون شمال شاید نزدیک‌تر بوده آقای پیویتان. خب ولی سختی‌های خودش رو داشت. به خاطر سختی راه. در حالی که مثلا اگه ایران میواد از نظر امکانات، بعد آجوره کمتر بارما سراهای بین راه و خیلی بله بیده. اون زمان هم که راه ابریشم بود و جاده شاهی بود و بالاخره این امکانات زیرساختی فراهم بود، در که اون منطقه همچین چیزی فراهم نبود هیچ، یعنی قبیله قبیله بودن، بعد همه نوع سرکلی بود درسته. یکی پس کلاهی که همین هولاکو بود، یکی هم همین چنگیزه، یکی هم تیموره. تیمور از همین منطقه برمی‌خیزه. پس ببینیم این سه تا بزرگترین امپراتوران جهان از این منطقه برخواستن. حالا تیمور و چنگیز خیلی بدنامن دیگه. حالا تیمورم، بله تیمورم به خاطر اون ویژگی‌هایی که داشت، خب ولی برعکس بچه‌هاش، عروس‌هاش، جانشیناش کلا جبران کردن. کیا بودن؟ یعنی تیره دیگه ای بودن از تیره؟ نه، همون بچه خودش بودن، عروس خودش بود. نه یعنی مثلا زنه شاید از یک قوم قبیله. نه اینا به خاطر اینکه ما نمیتونیم که ژنشون کلا، نه من گفتم شاید با یک مثلا قبایل و چیز کسی این وسط کردن و بالاخره آزار اذیت دیدن دیگه. یا یک شرایط سختی داشتن. روشن فکرتر دیدن برای بله. تیمور ببینید با حافظ ملاقات داره، به قولی حالا معنیش درست باشه نه اینا شک. آره اینجوری گفتن. یا حتی با ابن خلدون، ابن خلدون تونسی در منطقه شام ملاقات میان داره داشته و گفتگوهای برشون شده. یا مثلا حافظه خوبی داشته، قرآن حفظ بوده، اسامی افراد رو میشناخته. یعنی این چیزا دیدم. پس ما که این سه تا از این منطقه برخواستن. بله بله. حالا ما از منطقه غرب مثلا اسکندر رو داریم. اسکندر رو داریم که تا این منطقه آفریقا و بله. این منطقه رو میاد. یا شاید دوره جدیدترش رو کنم بگیم ناپلئون بناپارت رو داریم. بله. که این منطقه رو فرض کنید تا منطقه. حالا گذشته از این صحبت تا ایران، ولی یک چهارراه بوده آقای پیوی. ایران دقیقاً یک چهارراه بوده. ما اگر گفتم قبلا یه نقشه از ایران داشته باشیم، یه همچین تصویری رو فرض کنیم، اگر وسط ایران نمیدونم تصویر دیده میشه نه دیده نمیشه، شما محو شدین. خب پس ما یه نقشه از ایران داشته باشیم، دقیقاً ایران وسط این چهار راست. دقیقاً بله. دنیا هم اون موقع همین قسمت ها بوده. دنیا از چین شروع می شده تا اروپا. یک آمریکا اینا حساب نبوده. تنبیه‌هایی که داشتن جهان این بود که خب آمریکا کشف نشده بود که. نه دیگه. ایران رو می گفتن مرکز به نوعی. آها مرکز. این رو می گفتن شرق. اروپا رو می گفتن غرب. پس اینکه بعدها شرق گسترش پیدا کرد، شد شرق نزدیک، شرق میانه، شرق دور. حالا خاور نزدیک، خاور میانه، خاور دور. بعد غرب همون غرب موند دیگه، یه غرب نزدیک و غرب دور نشد. بعدها که آمریکا رو کشف کردن، غرب وحشی هم درست کردن. حالا تعبیری که درست کردن. پس این تقسیم بندی اینجوری، یعنی وسعت جهان رو این محدوده میدونستن. دقیقاً. هنوز آمریکا به عنوان که تقسیم بندی توی تقسیم قرار بگیره وجود داره. پس
ببینیم ایلخانان مغول به همین جهت دیگه اون خلقیات رو ندارن، به کارهای عمرانی میپردازن، از جمله این شاهکار گنبد سلطانی. حتی نم بگم گنبد سلطانی چند ویژگی خاص داره که ما میتونیم این تفکیک کنیم بین سبک‌های معماری. ما یه همچین تفاوت سبکی هم تو اروپا داریم. به جالبه اینا هم دوره هم هستن بعضی هاشون. مثلا گنبد سلطانی آره ما توی اروپا یه دوره رو داریم که این هم از مقایسه هم جالبه، یه دوره رو داریم که بلند مرتبه سازی شکل میگیره، کلیساهای مرتفع ساخته میشه. درسته. حتما میدونین کجاها هست. بله، تمام این کاتدرال هایی که تو اروپا مثل آلمان تو اسپانیا. بله، چه دوره ساخته میشه؟ دوره رنسانسه؟ نه تقریبا هم دوره است با همین دوره. خب همین دوره تقریبا اواخر قرون وسطا. مثلا حتی کلیسای سانتا ماریا دل فیوره تو همین دوره ساخته میشه. خیلیش دیده میشه. حالا طولانی میشه. خب آقای پیری، اواخر قرون وسطا با رنسانس مگه مطابقت نداره؟ من یه دوره بگم تقسیم بند تاریخ ابهام رفت بشه. ما تاریخ اروپا رو به چهار دوره تقسیم میکنیم. من فقط تعداد رون میگم. دیگه نمیگم 450 یا 1450 یا 1450. بعد 500 قبل از میلاد تا 500 میلادی میشه 1000 سال. میشه یونان روم خلاصش. 500 میلادی تا 1500 میلادی میشه قرون وسطا. بازم 1000 سال. بله. قرون وسطا. تو مشخصه چه دوره‌ای؟ بله. 1500 تا 1800 میشه رنسانس. رنسانس. اواخر قرون وسطا میشه رنسانس. 1500 تا 1800. از 1800 تا اول میشه دوران معاصر. معاصر. یا عصر جدید. این تقسیم بندی تاریخ اروپا بود. بله. حالا تو ایران این تقسیم بندی فرق داره. قبل از اسلام بعد از اسلام مشخصه. بله. پس ما اگر بگیم اواخر رنسانس، اواخر قرون وسطا یعنی 1200 به بعد. آها، به اون شکل. 300 سال یعنی یه محدوده 1200 سال میشه 300 سالی هره تا یعنی کلیساها اکثرا تو این دوره. بعد اسم سبکش هم میگم، مثلا سبک گوتیک. آها، درسته. بلند مرتبه سازی. حالا ما تو دوره ایلخانان هم همچین سبکی رو داریم، سبک آذری. آها. چون این سبک توی این منطقه، یعنی حالا بگیم آذربایجان دیگه، چون آذربایجان توی این دوره رواج پیدا میکنه، میگیم سبک آذری. ما یه سبک دیگه داریم، سبک خراسانی، سبک دیگه از سبک رازی، سبک دیگه از سبک اصفهانی. هر کدوم از اینها یه بناهای خاص خودشو داره. ما این همین تقسیم بندی رو تو معماری اروپا داریم، منتها خیلی ریستر، خیلی ریستر. مثلا بناهایی که به سبک باستان ساخته میشه، ما سبک پارتی و سبک پارسی هم داریم قبل از اسلام. بنای هخامنشی، بنای ساسانی، اشکانی و همینطور. پس یه تقسیم بندی، پس این یکی از اون سبک‌های است که حتماً در یه دوره‌ای از تاریخ جهان نگاه به سمتی میره که دوست دارن بناهای مرتفع بلند بسازن، بلند مرتبه سازی کنن. این هم از اون شاهکارهای اون دوره است. بله. در واقع در دوران قبلش بناها اینجوری نبود. ما یه دونه بنا داریم اینجوری مرتفع سازن، همون قابوس بود. گنبد قابوس بود. گنبد قابوس. که 70 متر تقریبا ارتفاعش بود. بله. خب تخت جمشید هم بلند بوده دیگه. تخت جمشید به خاطر استفاده از ستونها، از سنگ، استفاده از پی سنگی، این سبک رو میگن سبک پارسی. آها، سبک پارسی بوده. مای سنگی، پی سنگی، ستون، اینها. ولی در دوره پارتی و در دوره اشکانی و در دوره حالا ساسانی این سبک رو نداریم. یه سبک که پارتی میشه. اونجا استفاده از گنبد رو داریم. بله. درست. یه سبک دیگه میشه. ستون ها حذف میشه. بله. ما در یونان هم داریم بنایی که از ستون زیاد استفاده شده. میگن سبک مثلا باستانی. بله. سبک کلاسیک یونانی. بله. مثل پارتنون معابد یونان باستان ساخته میشه. پس این دوره ما بلند مرتبه سازی داریم که این بنا ساخته میشه.
به ارتفاع تقریبا 50 متر ما روندش میکنیم 50 متر راحت تر بدونیم. پس طوری ساختن 8 سلی. 8 سلی چند دلیل داره. یک، ضد زلزله است. دو، 8 بهشت. اکثر بهشت چون هر دو درا اسمم داشت. اون دری که برای در اصلی بهشت بود بحث عبور سلطان از اون در رفت و آمد می‌کرد. درسته. یعنی اینقدر براشون مهم. ولی کمبت کابوس 10 پر بود. اون 10 پر بود. 8 پر درست شد. اونم باز به سبب ایستایش به اون شکل هندسی. آه چون خیلی بلندتره شاید. بلندتره. رو همه جهت اینجا هم حالا اونجا اون سازه های دور تا دورش رو داریم که باعث ایستای میشه. اینجا این مناره ها رو داریم. اینم داخل زمین رفته آقای پیری. این حالا اینم جالبه. گفتم که 80 سانت یا نیم متر پی خاک منطقه اینجا به خاطر بستر محکمی که داره مثل گنبد قابوس نیومدن 10 متر تو زمین. آها اوکی. اینجا شاید 1 متر تو زمین نرفته باشن. آها. تفاوت دقیقاً مقاوم شناسی، دقیقاً زمین شناسی، دقیقاً زلزله شناسی همه اینا محاسبه شده. آفرین. مطالعه مساله ساختمانی اینجا. این هم باز یه شکل دیگه که در مورد این بنا هستش. پس خیلی اطلاعات جامعی داشتن. بله. نیاز نبوده مثل اون 10 متر بره تو عمق مثلا بخواد یه پایه درست کنی که مثلا قرار یک بنای مرتفع بسازه. گفته اینجا یه متر کافیه. جواب میده. اصلا بگم ضخامت دیوارها گاهی تا 5 متر میشه. آها درسته. ولی 5 متر خودش کلا مساله نیست. داخلی سوراخه. یعنی چی؟ ضخامت ظاهرا 5 متره ولی داخلش سوراخه. چطوری؟ به صورت شبکه لانه زنبوری در نظر بگیریم. بله. حجیم شده بنا مرتفع شده ولی سازه به نسبت ارتفاع و به نسبت حجمی که داره سازه بسیار سبکه. من میگم شاید این یکی از دلایلیه که ضد زلزله هم شده. دقیقاً همینه. دقیقاً به همین دلیله. به همین دلیل ضد زلزله است. تو سازه در ضمنی که دیواراش ضخامت ظاهر 5 متره ولی تو اینا سوراخه، تو اینا حفره است، فاصله است و طبقات بالا اتاق داره. اتاقای کوچیک داره. حالا ممکنه کاربریای دیگه هم داشته باشه ولی دلیل اصلیش این بوده که این سازه رو سبک کنه. آها. و این در مورد این ویژگی و بعد خواستن این رو حتی در ظاهر هم نشون بدن. اون پنجره‌هایی که دور تا دور می‌بینیم به صورت جا خالی هست یا فرو رفته دیوار هست اونها رو هم طوری کشیدن که دقیقاً ارتفاع رو نشون بده. مثل افرادی که کوتاه‌قد هستن لباس‌های راه راه می‌پوشن که قدشون نشون نده یا که بزنید خیلی قد برنده لباس های این شکلی می پوشن خیلی برنده نشون نده. اینجا برعکس خواسته ارتفاع رو نشون بده و خطوط موازی رو هم زیاد به کار برده. دور تا دورش این که تاقهای موازی ستا رفته بالا که خواسته ارتفاع رو هم به چشم نشون بده. جناب آقای پیری اینو شیر بکنم یه سری اسلاید هایی هستش که در این جمعه شون بله شیر بکنم. کلکسیون انواع خطوطی که تا اون زمان رایج بوده هم داشته. بله اینجا که خب این اسلاید اوله که قدیمی این بناست که کاملا از دور نمایانه. یعنی شما همین الان هم که اتوبان قزوین زنجان رو برید کاملا این گنبد رو از اتوبان راحت میتونید ببینید. این گنبدام الان هستن این مناره ها الان دیده میشن یا اینا نه نه هیچ کدوم نیستن. فقط یک آثاری از شهر قدیمی به دست اومده از حمام و آبانبار و یه سری بنای دیگه است که اینا مربوط دوران بعدم میشه مثلا دوران حتی قاجار و دوران پهلوی و مثلا اینجا بوده استفاده میشه. این در واقع گنبد سلطانیه تصویری است که مربوط به اون زمانی است که اینجا اومدن این نقاشی کردن و این تصویر کشیدن. الان کاروانسرا خبر نیست بنابراین اون خطوط موازی که میگفتم در این قسمت سمت چپ میشه دید و بالا هم که به صورت بالکنه. دو تا بالکن داره. یه بالکن به سمت بیرونه. بله. یه طبقه دیگه اش بالکن ها به سمت داخله.
درست. یعنی ما در اصل این بنا چند طبقه است، یعنی در یه طبقه ما بالکن داره به سمت داخل مسجد، در یه طبقه بالاتر بالکن داره به سمت بیرونه، حتی راه پله داره تا خود دور گنبد میشه رفت حتی این باز باشه. برای برای اولین بار گنبد تمام کاشی به کار رفت تو ایران. این یک ویدیوی این دور است. بعد رنگش رو ببینید چه رنگی، چه رنگ زیباییه. بله خب منم خودی کرمه سلطانه رو سگرم با همین رنگ بنویسم، چون رنگ رنگ خاص ایرانه. بله اینجا دیدم سلطانیه. بله رنگ فیروزه و این یکی از رنگ‌های نمادین ایران هست و این اولین گنبد تمام کاشی ایران. این ستون‌ها چه مفهومی داره؟ اینها یک جورایی هم حکم دیاپازون رو داره. آها دیاپازون نمیدونم چی هست. دیاپازون برای تعادله؟ شکلی هستش ارتعاش ساختمون رو تا حدودی میگیره. آها اوکی. زلزله دیاپازون یک وسیله یو شکلی هست که ما اینو به ضرب بزنیم اونم ضرب. آها وای این مال بچگیامونه، من یادم رفته بود. مثلا اینو چقدر هوشمندانه این رو در نظر گرفتن. پس ببینیم که خود این یک ایستایی به ساختمان میده و این به نوعی کمک میکنه به همون ضد زلزله بودن. آها بسیار جالب. خب این توی همه گوشه ها هست. بله همه گوشه ها دیدم. بعد این قسمت همه سقف رو نگه دارید اینجا اطلاعات اینجا را همون نه نه پایینی پایینی اوکی الان بله بله اینجا ببینیم که تمام این تاقای دور تا دور هر کدوم یک شکل کاملا متفاوت داره. بله یعنی شکل هندسیش ما اگه بخوام دور تا دور این عکس بگیریم این کاملا شکل هندسیش فرق میکنه. چه جالبه. بله خواستن چقدر خلاقیت نشون بدن. اینا به چه زبانی نوشته شده؟ اینا اینجا به خطی در اصل به شکل هندسی هست. بعد کلمه الله محمد علی زیاد اینجا به کار رفته. آها اوکی. به زبان عربی به کار رفته یا نوشتن. به زبان عربی یا خط به زبان عربیه. به زبان عربیه ولی خط کوفیه. حالا خط کوفیه هم انواع اقسام میشن. آها خط کوفیه تزئینی و خط طرح گلوبوته هم داره. آها این هم عکس نزدیکشه. اینجا بهتر معلومه الله. بله بله دور تا دورش کلمه محمد رو هم میتونیم ببینیم. آها خب بتونید شکل‌های هندسی یکی از ویژگی‌های سبک‌های آذری همینه، زیاد از اشکال هندسی اینا استفاده می کنن. این که ویژگی‌های سبک آذری هست. اینم باید ببینیم کلمه باید محمد رو ببینیم دو تا بله محمد درست. بعد بشه تزئینی هم بهش دادن ببینید خط این کوفیه. بله دقت کنید تلفیق آجر و کاشی. آها کاشی و آجر که تو این دوره رواج پیدا می‌کنه به نام معقلا. حالا معقلی هم میگن معقلا که تلفیق آجر و کاشی هست. بسیار جالب. بازم اینا باز نمای گچ هست. حتی خود این تزئیناتش حدود شاید 3 سال طول کشیده. فقط تزئیناتش. از 10 سال 3 سالش رو این کار کردم. باید تزئینات ظاهریش رو کار کردم. خیلی هم جالبن. شما در نظر بگیرید این بنا تقریبا 700 سال پیش ساخته شده. بله. مال بگیم مثلا از 703 تا 713 تا 10 سال. با. بعد الان 713 ما الان 1440 خورده هستیم. این بنا طی این 700 سال اگر فرض بریم بگیریم که 10 تا هم زلزله اومده باشه بعد این بنا بریزه ولی هنوز پایدار مونده. پای برجاست. ترک ها به خاطر آثار زلزله است. آها ولی, ولی گفتن هنوز این بنا تا 8 ریشتر هم دوام داره ولی ترک هایی روی بنا دیده شده. خب اینا رو نمیتونن مرمت کنن که خراب نشه؟ مرمتش رو چی بگم؟ یه داربست دور تا دور این گنبد بود، شاید نزدیک 50 سال داربست هم داخلش و هم بیرون بود. بعضی قسمتش 50 سال بود. گفتن یه خود ساختمانات خداوند اومد و پنج دیگه میساخت. تو 50 سال یه مرمت جزئی صورت گرفته. آها یعنی خیلی کار سختیه. کار بله.
اینا با تلفیق کاشی و تفاوت رنگ حروف در آوردن رو دیوار. حالا این نزدیک هست، حالا دورتر. این رو شاید ما وقتی میریم داخل میخوان ببینیم متوجه نشیم این نوشته ها رو. وقتی عکس میگیریم تو عکس متوجه میشیم. اینا یه چیزی اینجا هست. اینا هم یه نقشه. اونا هم به اشارت علامت هایی دارن یا به حالت مهرمانند هستش. شده. ما این همین تو مسجد جامعه ورامی میبینیم. الان یه نوشته بهتر مشخصه. میبینیم؟ بله. الله وارونه اینجا میبینیم؟ الله. وارونه. بله. نه از به این صورت بکنم ببینم. اصلا محمد رسول الله لا اله الا الله. اینجا الان مشخصه الله شکل دیگه. اوکی اینجا. نه اون همین هم تو همین. بله. خب دوباره اینم از دور به زیبایی بصری توجه با اینجا محمد رو شکستن. ببینیم که حالا اینجا مثلا شاید مفصول نیست سلطان محمد الجایی که ببینید سلطانش هم مشخصه. حالا مثلا سلطان شکسته و محمد به همینطور فرمایید. و این داربستایی بازم هست و بازم از این کتیبه ها هست. الان همینجا هم یک کتیبه است کنار این مثلا ما اینجا سازه چوبی داریم، سازه سنگی داریم، سازه آجری داریم، چوبی داریم، گچوری داریم، نقاشی داریم و انواع اقسام. یعنی تقریبا میتونم بگم همه هنرهایی که تا اون زمان ایران داشته یک جا تو این بنا جمع شده. این هم جالبه. من گنبد سلطانی نرفتم واقعا حضوراً که ببینم این چیزا را. این هم یه نمایی از همین گنبد هست. یک ذیلی از این دیواره. گفتم اون حالت خواستن درازی این بنا رو نشون بدن. آها. موازی یعنی بالاتر هم هست. ولی مثلا یه تیکه پنجره شده. بعد اطرافش به هم شکستش. پس این نماش هم نمای تزئینی کاشی داشته. این هم شکل دیگه از اشکال مختلف زوایای مختلف این گنبد. آها این هم اینجوری این یک ویژگی داره این بنا. ذره ذره این آثار رو هنری است. ذره ذره شکل کنه تو میگه یک متر من پیدا کردم هیچ اثری توش نیست. نه. آها ذره ذره اینجا پر از این نویدی کتیبه است. آها این دورش تقریبا دور تا دور مسجد توی ارتفاع تقریبا 3 متری هستش. یعنی اگر افراد نشسته هم باشن میتونن این کتیبه رو بخونن، این نوشته رو بخونن. آیه قرآن چی نوشته اینجا آقای؟ آیه قرآن. آیه قرآن معمولا آیت الکرسی هست معمولا. آه اوکی. مثل دور محراب. آره. بعد به غیر از این در گنبد که توی مسجد اصفهان هست که مربوط دوران آلو بگیم سلطوریان هستش، اون نوشته زیر گنبد قرار داره. نه چون ایستاده هم باشید نمیتونه نوشته رو به راحتی بخونید. آها یاد آوردن پایین و تو ارتفاعی سبجوزی نشسته هم هستی میتونی آیات دور تا دوری بنا رو بخونی. این چی هستش این؟ این هم همون خط یه رو همون بازم ادقت کنید خط کوفیه بازم یک تزئینش کردن تزئینی من یه خط کوفیه تزئینی. بله. اینجا کلکسیون از انواع خط ها وجود داره با آجر با کاشی با نقاشی و و و پس اینجا خط سورس رو به کار بردن. وقتی نوشتن آیت قرآنی هستش این نافت نه نافت این خانی هم دیگه مسلمون شده بودن کامل درسته؟ بله. این خانی هم دیگه خودشون کامل مسلمون شده بودن. بله اینقدر تعصب داشتن که همینجا که ساختن میخواستن مقبره هست داره علی رو بردارن بیارن اینجا اینقدر علی دوست شده بودن. بعد یعنی این در واقع حضرت علی و اینا به شیعه و اینا رفتی داشتن یعنی اینا به گرایش به شیعه که پیدا کردن به خاطر این علی هم زیاد می‌بینیم نوشته بلی. علی زیاد می‌بینیم. این چقدر زیباست این سردر که داستانی داره که چرا گرایش به شیعه پیدا کرد که داستانش اینا دارن حالات تنزم داره حالا خواهم بود. آره بفرمایید که به یکم ایشون اول نمیگم که این خانان مغول یا کلاً مغولا. پس من اینو استاپ کنم شعرشو یا تا آخر این استوریدا رو بگیم بعدا بریم سراغ داستانمون. بله میخوام همینجا الان یک شکلی است که با این زاویه‌ای که عکس گرفتن طبعاً چهار طرف این بنا با ارتفاعش مشخصه. بله گنبد دو پوششه. یعنی یه گنبد در زیره با یه ارتفاعی یه گنبد در روه. آها. خود این سازه رو با سبوش میکنه و سازه رو ایستا میکنه و سازه رو زده زده میکنه. این مثل مسجد امام اصفهان نیست همین یه گنبد؟ گفتم دقیقا به همون سبک ولی گفتم یک تفاوتی در جزئیاتش داره.
یعنی مسجد امام اصفهان هم سبک تقویسیه، سبک نه ما اون رو یه سبک دیگه میگیم. حتی مسجد ها کلن اکثرا یه سبک تبریزی هستن اکثر مسجد ها. ولی ما یه سر مسجد هایی رو سراغ داریم که مثلا سبک اصفهانی هستن، مثل مسجد شاه اصفهان، مسجد جامعه ها. بعضی از این مسجد ها ترکیبی از دو سبک هستن، سبک آذری و سبک اصفهانی. این هم نمای فعلیه، نمای از همین سلطان. بسیار زیبا، عالی، لذت بردیم. خب پس آقای پیری، حالا در مورد اون داستانی که گفتین تنزه یکم اصلا مغلا واقعا نمیشد مطمئن بود که بعد چه دینی هستن، چون اینا خیلی راحت تو یه روز سه تا دین عوض میکردن. میشد بلا میشد به خاطر اون زنش که مسیحی بوده میشد مسیحی، بعد زور میشد به خاطر یک کشپوره زن مسلمیش میشد سنی. پس زنها چقدر اون موقع قدرتی داشتن که این مغلابه سر جاش میشدن، اینها قرار میگرفتن. چون بعد از اینها به خاطر یک سری نفوذی های خارجی هم بودن، یعنی از بیرون هم بالاخره اینها قدرت هایی داشتن که به سلطان فشار بیارن. آقای پیری، زناشون ایرانی بودن در واقع، مغول نبودن؟ مغول بودن. نه، مسیحی بودن، ایرانی بودن، از همه فرقه اینا داشتن. آه. بعد چیزی که در مورد اینو میخواستم بگم این بود که واقعاً بعضی از اینها با توجه اینکه جنازه ای یا مقبره ای از اینا به دست نیومده، گمان میشه بود که آخرش هم بر همون دین شمنی مردن. دین شمنی چیه؟ دین شمنی دین آبا اجدادی مغولیشون خودشون بوده، دین خودشون بوده. آها، یعنی آخرش مثلا خاک نشدن یا خاک معلوم نشد یا مخفیانه به خاک سپرده شدن. آها، با توجه به اینکه اینها این همه تغییر مذهبی دادن، آخرش ممکن بود چیز از اینو پیدا نشه. بالاخره حفاری کردن، چیزی پیدا نکردن، یه استخوان جسدی. تو مرمت مثلا مقبره بوالسینا بعد از هزار سال خواستن مرمت کنن، جمجمه دست آوردن. که مال مغولا بوده. آره، مال یه سال قبل چیز پیدا نکنن. خاطر اینکه مشخصا گفتن ممکنه اینجا باشه، چون این بنا سه قسمت داره. یه قسمتش ورودیشه که اون یه شاهکار حساب میشه، یه قسمتش هم سردابشه. از اون سردابه هم پس جای مهمی بوده که حتما برای نگهداری اموات بوده و یه کاربری دیگه هم داشته باشه. پس ایشون معروف بوده که یه زنی داشته که خیلی بهش علاقه داشته، حالا در اثر یک جریانی عصبی میشه، سه طلاقش میکنه. به زنش که علاقه داشته، ولی از در اثر یه برخورد و یه تنشی، یک تصمیم خیلی عدلانه، سه طلاقش میکنه. امکان برگشت نبوده براش و ایشون خیلی مصر بود که حتما این اتفاق بیفته. خلاصه همه علما رو جمع میکنن، میگن نه، امکان نداره. بعد یکی از این افراد نزدیک بهش میگه که تو شیعه یک راه حلی وجود داره و میره همون روش استفاده میکنه که بایستی حتما زنت به عقد ازدواج دیگری در بیاد به عنوان محلل، اون ارتباط برقرار کنه، بعد طلاق بگیره و بعد تو بتونی با اون ازدواج کنی. خب بعد چیکار میکنه؟ بعد این ناچار تن به این وضعیت میده. خب بعدش هم رو همین جهت گرایش به شیعه پیدا میکنه. آها. و دوباره به زنش میرسه. آها. و رو همین جهت سنی ها بهش میدن سلطان محمد خربنده. یعنی چی؟ به خاطر اینکه این کارو کرده. یه بار دیگه بگیم سلطان محمد چی؟ خربنده. آها، اوکی. به خاطر اینکه چرا رفتی تو از این روش استفاده کردی؟ تو خیلی مثلا دنیا مسخرش میکردن که تو اصلا اون مسخره کردن که هم به خاطر تغییر مذهبش، هم به خاطر اینکه از این راه حل استفاده کردی. آها، درست. این چیزی در مورد این فرد معروف. حالا اینم بگم حالا عاقبتش به خیر شده این آقا که اینشالله با خانومش به پای هم پیر شدن یا نه. حقیقتش ما حکومت مغولا رو میبینیم که
ایلخانان تقریبا میتونم بگم. بله. 8 تا ایلخان داشتیم، اینا کمتر از 10 سال حکومت کردن. آها. عمر اینها کوتاه بود. آها. مدت اینها کوتاه بود. رو همین جهت هم ایشون هم درمرگ شده احتمالاً. درم 13 سال بیشتر نشد. آها. حکومتش. آره تازه این خوب بود، تازه این خوب بوده 13 سال. ما در دوره‌های قبل مثلا می‌بینیم طرف مثلا 5 سال 6 سال حکومت می‌کنه. ای بابا که اندازه رئیس جمهور هم نمیشه. همین دیگه، می‌خوام بگم که این آشفتگی رو نشون میده، آشفتگی در اوایل ایلخانان. حالا در دوران بعد که مثلا برای یه سری کارهای عمرانی خواستن بکنن، کارهای خدماتی انجام بدن، اون جف عمومی آروم شده بود، اینا تازه تونستن بیش از 10 سال حکومت کنن. در که در دوران قبلش اینجوری نبود. پدر به پسر میرسیده یا اینکه نه یکی اومده یکی تارومار میکرده میشده خان؟ نه اینا به صورت به اصطلاح ارث و میراثی هم بوده. اینها دوراشون خیلی طولانی نبود. بله عمرای کوتاهی. رقابت هایی که بینشون بود به جهت حالا جنگ، چون ما تو این دوره یه سری حکومت های محلی هم داریم، اینا تو حکومت های محلی هم مشکل داشتن. مثلا ما میگیم توی این دوره ما حکومت سربداران رو داریم در منطقه خراسان. بله. بعد یا منطقه مثلا آل چوپان رو داریم، آل جلایر رو داریم، آل مظفر رو داریم دیگه، آل مسافر رو داریم دیگه، همین آل ها زیادن. از این حکومت های محلی هم تو ایران زیاد بود. پس اینا خب تسلط نداشتن کاملا به ایران. بالاخره تو منطقه آذربایجان، غرب، جنوب، شرق، اینا حکومت های محلی اون زبان عربی بوده تو ایران یا؟ زبان فارسی رواج داشته، زبان مغولی هم میاد و زبان فارسی رو سخت‌ترش میکنه. آها. به جهت اینکه ما میریم در این دوره تاریخ نویسی رواج پیدا میکنه. تاریخ نویسی به زبان چی بوده؟ به زبان فارسی. فارسی. ما یکی ویژگی های دوره مغول اینه که تاریخ نویسی رواج پیدا میکنه، که ویژگی خوبه. بعد و اونها هم ابایی نداشتن که از بدیاشون گفته بشه، چون دوست داشتن که چهره منفی یا خشن ازش نمایش داده بشه که حکومت ها حساب کار دستشون بیاد یا مردم شلوغ نکنن. همین جهت وقتی که مثلا تاریخ جوولین رو نوشتن خیلی یونمیده سانسور کنه، کشته کشتار رو نوشته که اونا بعدشون نمیمارد، به جهت اینکه نمیخواستن یک چهره از خودشونشون بدن که غیر مثلا مردمی بودن. نه بیادون ما خشنیم. میخواستن قدرت و خشونت رو نشون بدن. اینکه خونه گرد در رکهاشون در جریانه. ویژگی که اینا داشتن این بودش. رو همین جهت تاریخ نویسی رواج پیدا میکنه و تاریخ نویسی نثر تو این دوره نثر بسیار سختی میشه. ولی خب عربی رواج داشته. ولی اینها اینجور نبود که بگن که ما زبان دربار زبان عربیه، نه ترکی بوده. آها. از دوره سلجوقیان ترکی تو ایران رواج پیدا میکنه، چون میدونیم که سلجوقیان تا روم، آسیای صغیر، حتی آذربایجان هستن و اصلا هولاکو خان یک بناهایی در مراغه هست به نام مقبره هولاکو خان یا مقبره مادر هولاکو، حالا یه بنای مذهبیه مانند مقبره ماننده، ولی واقعا مشخص نیست واقعا مقبره است یا بنا یاد بوده. بعد خب اونجا پایتختشون بوده. خب پس زبان ترکی رواج پیدا میکنه، پس زبان دربار زبان ترکی میشه. ولی خب زبان فارسی رواج داشته، زبان عربی هم رواج داشته. بله. زبان دربار اینها زبان ترکی میشه که با منو زبان ترکی هم رواج پیدا میکنه تو مناطقی که اینا هستن. بله. پس آذربایجان به این جهت زبان غالب تو این دوره به بعد زبان ترکی میشه، چون اینا عمدتا تو این منطقه تمرکز داشتن، هم به جهت قفقاز، هم به جهت روسیه که مسکو و هم به جهت ترکیه و ارتباط با اروپا، به اروپا نزدیک‌تر می‌خواستن باشن. بله. تا به سمت مثلا هند یا شرق. بله. در واقع ترکیه هم به همین خاطر زبانش ترکیه. بله. ما در ترکیه هم ببینیم که خب یک زمانی رنسانس بودن یا مثلا دوران به اصطلاح میگم رنسانس، دوره بیزانس بود که خب اروپا بود، اروپای مسیحی بود، اروپای شرقی حساب میشد، چون نیمی از ترکیه جزء امپراتوری بیزانس بود، بیزانس شرقی. ما دو تا امپراتوری روم داریم،
روم شرقی، روم غربی. ترکیه جزء روم شرقی بود، به خاطر همین ایا صوفیه یا استانبول مرکز کلیسای بیزانس، در حالی روم غربی مرکزش روم بود، واتیکان بود و اون کلیسا رو بعد و سلجوقیان تو همین دوره با بیزانسی ها درگیر میشن و اونا رو عقب میزنن و حتی لبنان و فلسطین رو هم میگیرن. همینان آثار رومی و آثار متعلق اون دوره، دوره بیزانس توی سوریه زیاد داریم، جایی مثل کلاسوم یا بناهای رومی، باغ‌های رومی، باغ‌های رومی و همتو در لبنان هم به همین شکل، در فلسطین هم به همین شکل، در ترکیه هم به همین شکل. ما از مثلا سیواس به سمت غرب، یعنی از نیمه ترکیه به سمت غرب، بناهای یونانی رومی زیاد میبینیم، مثلا یونانی. پس معماریشون معماری اروپایی بوده. پس اینا به همین جهت میان این مناطق رو میگیرن، فلسطین رو هم میگیرن، عملا راه زیارت مسیحا به فلسطین رو هم میگیرن. درست. کی؟ تقریبا 1000 سال قبل. چه اتفاق میفته؟ جنگ های صلیبی شروع میشه. که طبعا نزدیک به، حالا بگیم بیش از 10 تا جنگ صلیبی بوده. که تو اکثر جنگ ها شکست میخورن. آها. تا خب یه دلیلش هم خیانت خود اونها بوده به هم دیگه. بعضی از این وقتی من استانبول رو میگیرم میگم بهشت همینجاست دیگه، نیاز نیست بریم فلسطین رو بگیریم، همینجا میمونن دیگه، تکونم نمیخورن. واقعا هم بهشته. بعد یا مثلا بعضی از اینها به عنوان اینکه گفتن چرا با شکست میخوریم، گفتن به دلیلی که همه ما گناهکاریم، پس بچه ها رو ببریم به جنگ. بعد یه عده زیاد نوجوانان رو سوار کشتی میکنن بیارن به جنگ. ونزوئلا دنبال بیزینس بودن، تاجر مسلک بودن، میان به اون برده میفروشن به آفریقایی ها. آها، یعنی همچه خیانت های صورت گرفت که باعث شکست مسیحا در جنگ های صلیبی شد. حتی خب از این برم ما چند سلسله تو ایران، توی مصر یا منطقه شامات داریم که همین سلسله ها حکومت های مثل ممالک مثلا اینها تونستن جنگ ها رشدت های خوشونشون بدن که موفق شدن که حتی پادشاهان اروپا رو هم اسیر کنن. مثلا پادشاه انگلیس اسیر بشه، پادشاه فرانسه اسیر بشه، پادشاه ایتالیا اسیر بشه. خب اینا خیلی برشون سنگین بود. بله. در زمان پادشاهانی که در ممالک و در حکومت‌های دیگه در منطقه بودن. شما در این دوره چند تا سلسله توی منطقه داریم. حالا اینا رو حالا برای زبانشون ترکی شد. آها، درست. برشی که اینها داشتن. بله. بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم آقای پیری. فکر میکنم گنبد سلطانیه رو کامل توضیح دادیم. کامل که نشد، ولی خب تا یه حدی توضیح داده شد. بله، من میدونم که شما میتونین دوباره باید رفت دید روی ذره ذرهش وایسا توضیح داد. دیگه اونو باید تور مجازی درست کنیم. بله. خیلی عالی. سپاسگزارم. خیلی ممنون. خیلی لذت بردم. من گنبد سلطانی رو نرفتم ببینم، ولی الان توضیحات که شما دادید خیلی کمک کرد که شناختی پیدا کنم در مورد این گنبد تا اینکه بریم ببینیم. بعد چیزایی که حالا من گفتم ممکن افرادی رفته باشن و ندیده باشن، مثلا اون طرح کاشیایی که بهش نوشته هست. خب خیلی ها میرن ولی این چیزا رو نمیبینن. آره، یا مثلا تفاوت گنبد ها تو بالکن هایی که دور تا دور هست، مثلا کن تهش تا طرح متفاوت هست. یا تفاوت نوشته ها و کاشی هایی که زیاد به کار رفته، چون اینجا در دیوارش پر از نوشته و هنره. بله، و در واقع سبک یونسکو شدنش به خاطر همین استواریش و به خاطر همین نقاشی ها و این جزئیاتی که به کار رفته. میخوام اینو بگم که حتی بلندترین گنبد جهان، که همون کلیسای سانتا ماریا دل فیوره فلورانس ایتالیا هستش، اون بعد از این ساخته شد. آها. بعضی از معماران ایتالیایی که اصلا مهد معماری از ایتالیا، چون بله. طرف بیاد 20 سال عمرشو 20 سال من 22 سال ها حالا من دارم تروندش میکنم 20 سال عمرشو بیاد فقط اینجا بشینه که ببینه این چجوری ساخته شده. آها، از روی این بدن تونستن برن گنبدهایی که اینجا بسن. بعد تازه تفاوت سازه ها، آها، آجر، بعد تفاوت تکنولوژی اون دوره با این دوره، اونا با اینا. بله، بله. همین رو در نظر بگیرید ببینید که شاهکاره. تازه گنبداشون ریخت ولی اینجا نریخت، هم سلطانیه ریخت، میگم هم ایا صوفیه ریخت، هم اون کلیسا.
بله. ولی اینجا حداقل میدونیم یه گنبدش حداقل نریخته و اینم یه شاهکاره. و از این جهت این بنا هنوز لازمه که مورد توجه معماران قرار بگیره، با توجه به اینکه خیلی پی ساده ای داره. بله بله. پی این همچین عظمتی رو بخوای بنا کنیم که اونم این مدت دوام بیاره یه شاهکاره. خیلی ممنون، مرسی، خسته نباشین. تا برنامه بعدی و یک اثر دیگر از آثار باستانی ایران در یونسکو، شما را به خدا می‌سپاریم. جناب آقای تیبی، بینندگان از پرشین وارد، از شما خداحافظی می‌کنیم به همراه جناب آقای تیبی. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.